از دور، از نزدیک. در کدام آینه باید دید؟ روییدن باغ، روییدن سبزینه مهر، روییدن دستان جوان. در کدام آینه باید دید؟ رقصیدن باد، رقصیدن رنگین سپهر، رقصیدن دلهای جوان. در کدام آینه باید دید؟ رفتن سرد زمستان، تاریکی، خواب. در کدام آینه باید دید؟ رویش سبز بهار، روشنایی، آب. در هوا جاری است عطر گلهای بهار. بهارتان شاد، نوروزتان پیروز. با درودی گرم به همه شما شنوندگان عزیز و گرامی در آستانه آغاز بهار و لحظه تحویل سال جدید. چند ساعت بیشتر به آغاز سال 1398 خورشیدی باقی نمونده. سالی رو با تمام دشواری‌ها و سختی‌هاش پشت سر می‌ذاریم و به استقبال سال جدید می‌ریم. امیدواریم سال 1398 خورشیدی سالی روشن، زیبا و آزاد برای ایران، تمام ایرانی‌ها، افغان‌ها، تاجیک‌ها و فارسی زبان‌های دیگه باشه. برای همه اونایی که نوروز رو جشن میگیرن. با این آرزو برنامه نوروزی از دور از نزدیک رو آغاز میکنیم. نوروز خوش آمد با صدای مهدیه محمد خانی. خوش آمد، خوش آمد باد نوروزی، خوش آمد. بنفشه در چمن شاد و کش آمد. خوش آمد، خوش آمد باد نوروزی، خوش آمد. بنفشه، بنفشه در چمن شاد و کش آمد. به آب و سبز و گل می کشد دل، که آب و سبز و گل دل کش آمد. و گل می کشد دل، که آب و سبز و گل دل کش آمد. خوش آمد پیش گل می گفت بلبل، خوش آمد های او گل را، خوش آمد، خوش آمد های او گل را، خوش آمد. خوش آمد باد نوروزی، خوش آمد. بنفشه، بنفشه در چمن شاد و کش آمد. به استقبالت آمد بخت پیروز، شب قدر تو خواهد گشت نوروز. به استقبالت آمد بخت پیروز، شب قدر تو خواهد گشت نوروز. با سلام و درود به شما هموطنان عزیزم که شنونده برنامه از دور از نزدیک هستید. هر هفته برنامه بسیار پربار از دور از نزدیک رو میشنویم و میبینیم. به تمام یاران این برنامه از اینجا تبریک میگم سال نو رو، آرزوی بهترین ها رو براتون میکنم، مخصوصا خدمت
خانم هاشمی که بسیار برای تهیه این برنامه زحمت میکشن، از عقیله عزیز، از تمام فرد کسانی که در تهیه این برنامه کنار خانم هاشمی عزیز هستند و برنامه بسیار بسیار پرباری رو به مردم ارائه میدن. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم در این سال جدید بتونیم در کنار هم دیگه باز با اون پیام خدمت کردن به مردم، در کنار مردم بودن رو هرچی بیشتر به نمایش بذاریم، در شنود مردم قرار بدیم و آرزو کنیم بتونیم این برنامه رو گسترده ترش کنیم، بتونیم فعالتر باشیم، بتونیم تهیه کردن برنامه های مختلف رو هم ارائه بدیم تا مردم عزیز ما از این برنامه ها استفاده کنن. نوروز رو به همه تون تبریک میگم. دلتون شاد و تنتون سلامت و روحتون با آرامش باشه. آقای داریوش عزیز، بسیار ازتون سپاسگزاریم از توجهی که به برنامه از دور از نزدیک و همکارانش دارین. ما هم سال نو رو که چند ساعتی بیشتر به آغازش نمونده به شما و همراهانتون در بنیاد و رادیو تلویزیون آینه صمیمانه شادباش میگیم. امیدواریم که در این سال نو با حمایت شما و شنوندگان خوبمون همه بتونیم در جهت بهبود اهداف آینه قدم‌های مثبت‌تری برداریم. در آستانه سال جدید همراه با محمد عقیلی نگاه گذرایی می‌کنیم به سالی که تا چند ساعت دیگه به پایان می‌رسه. البته این نگاه رو محدود میکنیم به تصویری از ایران که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داده شده. این تصویر متاسفانه تصویر زیبایی نیست. نه تنها زیبا نیست که خیلی هم تیر و تار و یأس‌آوره. همش خبرهای فقر و گرانیه و انواع نابسامانی‌ها. بیشترین مطالبی که میشه دید و ازشون با خبر شد نارضایتی، اعتراض، تحسن، اعتصاب، اونم از طرف گروه‌های مختلف مردم، کارگرا، معلما، بازنشسته‌ها. بله، متاسفانه سال 1397 از هر نظر سال سخت‌تر و دشوارتری برای مردم بوده. اکثریت مردم دیگه اعتمادی به دولت و حکومت ندارن. حتی نسبت به آینده و زندگی خودشون هم دچار یأس و ناامیدی شدن. بعضی از کارشناسا این شرایط رو مقدمه‌ای برای یک تغییر بزرگ یا حتی یه انفجار اجتماعی در ایران میدونن. اظهار نظرهای زیادی میشه. بعضی از این کارشناسا حتی پیشبینی میکنن حکومت برای بقای خودش ممکنه تن به تغییرات یا اصلاحات زیادی بده. حتی صحبت از برگردوندن خاتمی و جناح اصلاح طلب شده، چون حکومت خیال میکنه مردم به اصلاح طلبا اعتماد بیشتری دارن. البته گروه‌هایی از مردم تو شعاراشون گفتن که دیگه اصولگرا و اصلاح طلب براشون یکیه و فرقی نداره. بله، مردم دیگه از این مرحله در واقع عبور کردن. اونا میدونن به عنوان یک شهروند ایرانی حق و حقوقی دارن که ازشون گرفته شده و حالا اونو دارن مطالبه میکنن. روزی هم نیست که تو شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها خبری از نابسامانی‌هایی که مردم باهاشون دست به گریبانن منتشر نشه. مشکلات و رنج مردم دیگه اونقدر زیاد شده که حتی تو فیلم ها هم میشه دید، با اینکه دستگاه سانسور و ممیزی به شدت هم کار میکنه. مشکلات اونقدر زیاده که برای سانسورچی ها هم به یه موضوع عادی تبدیل شده. بله، همینطوره. روزای پایانی سال هم یه جابجایی شد. مثلا ابراهیم رئیسی به جای صادق لاریجانی شد رئیس قوه قضاییه، لاریجانی هم شد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. رئیسی یکی از چهار نفریه که به دستور مستقیم خمینی اعدام زندانیهای سیاسی در سال 67 را انجام دادن. خیلی از منتقدین حکومت انتخاب اونو به ریاست قوه قضاییه ریختن نمک روی زخم بازماندگان قربانیان سال 67 تعبیر کردند.
یه اتفاق سیاسی دیگه هم کنارگیری جواد ظریف وزیر امور خارجه بود که البته خیلی هم طول نکشید و برگشت سر کارش. اینجور اتفاقا در سال 1397 کم نبود. دلیلش هم کارشناسا ضعف مدیریت، اختلاف باندای مختلف درون حکومت و فساد گسترده در دستگاه حکومتی می‌دونستن. اگه به این خبرهای مربوط به دوزیا نگاه کنیم، می‌بینیم که چطور دارن کشور رو در واقع غارت می‌کنن. البته به تحریم‌های سنگین آمریکا، سقوط ارزش ریال، ادامه کمک‌های جمهوری اسلامی از جمله به سوریه و حزب الله و حماس هم باید اشاره کرد که عامل دیگه‌ای در افزایش گرانی و فقر و مشکلات دیگه در کشور هستن. بله، در کنارش هم نابودی منابع، جنگل، آب و خاک هم ادامه پیدا کرد و فقر و بیکاری و گرانی و انواع نابسامانی ها هم بیشتر شد. متاسفانه اگه ادامه بدیم باید فقط از نابسامانی ها بگیم که در این سال کم که نشد بیشتر هم شد. امیدوار باشیم سال آینده مثل امسال نباشه و راه حلی برای مشکلات مردم پیدا بشه. با امید به سالی بهتر برای مردم ایران. این شیخ که آیت انیران باشد، وستتنه او ایران ویران باشد، دیرا که نبوده است و ایران بوده است، زودا که نباشد و یا ایران باشد. بوسید که گویی می نوروز، در جام همه ریزد و در جام شما نه. وانگون شبندود که با صبح بهاری، شام همگان می گذرد شام شما نه. کامل همگان فتی خاص و ای خاص شما نیکتر از عام شما نه. سنجیدم و دیدم که نشانی ز تکامل، احکام نرون دارد و احکام شما نه. شادی گوهر ماست که ما جان بهاریم، ای ملت گریه به جز آب شما نه. انگار که خورشید بهارانه ایران بر بام همه تابد و بر بام شما نه. همگان با روا کام شما نه، ایام همه خورم و ایام شما نه. ای مردم ما را به جز اندیش و دانش، بیرون شدی از محلکه دام شما نه. وندر حق فرهنگ هنر پر بر ایران، اکرام عمر دیدم و اکرام شما نه. کامل همگان با روا کام شما نه.
ترانه نبود با صدای داریوش. و حالا شادباش های همکاران برنامه از دور از نزدیک رو میشنوید. یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم، حتی اگر میان زشتی های بزرگ باشند. یادم باشد که دیگران را دوست بدارم، آن گونه که هستند، نه آن گونه که میخواهم باشند. سال 1398 رو به آقای اقبالی عزیز و همه همکارانم در رادیو آینه شاد باش میگم. روزهایتان رنگارنگ. با درودهای بهارانه به آقای داریوش اقبالی عزیز، همکاران ایشان در رادیو تلویزیون آینه، شنوندگان گرامی این برنامه و همکارانم در برنامه از دور از نزدیک در سوئد، باز آمدن بهار و نوروزی دیگر را تبریک گفته و سالی خوش برای همگی آرزو می کنم در کنار سفره هفت سین سلامتی، سرور، سماجت در راه رسیدن به اهداف، سخاوت در یاری رساندن به دیگران، سنگینی بار مطالعه و کسب دانش، سرفرازی در راه نگاهداری از طبیعت و محیط زیست و سرانجام سبکی بار وجدانمان. سربلند باشید. فریده ابلاغیان. من به روز چهلم ایرانی به نوبه خودم فرارسیدن نوروز و سال نو را به همه عاشقان ایران شادباش گفته و از صمیم قلب آرزو می کنم در این برهه تاریخی اون ایرانیان بی تفاوت از بی تفاوتی دست برداشته و به مردم بپیوندن تا با یک بارچگی ایرانمون رو آزاد و آباد کنیم. با سپاس. ۱۳۹۸ امین تولد دوباره طبیعت رو به همه پارسی زبانان جهان تبریک میگم. تبریک ویژه‌ای دارم به همکارانم در رادیو تلویزیون آینه، همینطور به هنرمند عزیزمون داریوش اقبالی که بنیانگذار امری انسانی شده. آرزو کنیم با نوزایی طبیعت صلح و دوستی پایدار در جهان برقرار بشه. نوروزتان پیروز. هلن همتی همشتون. وجیهه فاطمی دسفولی. پیر همیشه جوان نوروز آرام آرام بردر می زند و ما در تدارک میزبانی به پیشواز بهار، سرسبزی و نوشدن خود و طبیعت می رویم. بهار و نوروز بر داریوش عزیز، شنوندگان، بینندگان و همکاران گرامی رادیو تلویزیون آینه شاد و خجسته. نوروزتان پیروز. پوران شاهی هستم. من هم عید نوروز رو به آقای داریوش و دیگر عزیزان در بنیاد آینه تبریک میگم. چه توفیر است نگاه از شیشه یک پنجره در قاب بلند و گرد باشد یا کمی کوتاه. نگاه ژرف باید دیدن سبزین برگی نو که خشک ساقه را دیروز به زهدان بود. به هر شاخه پریدن مرغ شادی را که دی از دیده پنهان بود. نگاهی نافذت باید تماشای گل یخ را چه خندان رو و دست افشان میان جامعی زرفان. ننگار فصل بی برگی ز سرما لخت اوریان بود. به راستی شست باید چشمها را و
و رفت از کین دلها را، ز گنجشک و گل و پروانه آموخت شادمانی گنج این دنیای رؤیا را. ضمن عرض سلام، علی سرکوی هستم. خواستم نوروز رو به تمام فارسی زبان‌ها، شنوندگان محترم برنامه از دور از نزدیک، همکاران عزیز برنامه و آقای داریوش اقبالی که بانی رادیو آینه هستند تبریک بگم. برای همه شما سالی خوش، سرشار از شادی، امید و سلامتی آرزو دارم. پروین افتخاری هستم. پیشا پیش آغاز سال 1398 رو به داریوش عزیز، هنرمند محبوب و مسئول کشورمون و یکی از چند خواننده‌ای که آهنگاش از نوجوانی تا امروز، آغاز دوران پیری یا دوران پیری بخشی از زندگی و خاطرات منه، و همینطور به همه دستندرکاران بنیاد و رادیو آینه و تمام شنوندگانمون شاد باش میگم و آرزوی صلح برای تمام مردم جهان دارم. آی بلد سال آینستن نا. نوروز بایرامز مبارک استون. سیزلره جان ساقلغی و تمام انسانلارا صلح آرزو ایلرم. زنید ساز و دهل جشن بهار و همه جا گل و مل و سنبل بدمید، بلبل مست گریبان بدرید، میکشید نعره مستانه و یک بار پرید از سر این دار به اون دار، کند غمزه و اطفال دیگر بار بزند جا، که ای مردم غافل اگه امروز سهیمید در این جشن طبیعت، بیایید به غیرت و ببینید که گیتی شده آلوده از قفلت انسان، بیاموزید از تینت حیوان که حیوان اگه نادان ولی ذاتن شده آگه، ز اسرار طبیعت نرازی به اذیت، به جنگل و بیابان که باشد به محیطش محافظ و نگهبان. من هم بنابرای خودم فرارسیدن بهار و برگزاری جشن جمشیدی را به تک تک شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما نازنینان دارم، بخصوص برای همکاران عزیزم که در رادیو آینه زحمات بسیار زیادی را متقبل می شن، برای داریوش عزیز و تک تک شما شنوندگان نازنین که برنامه ما را دنبال می کنید. سلامتی و تندرستی براتون آرزو می کنم با دلی شاد و لبی خندان. امیدوار هستم سالی که پیش روی داریم سالی پر از صلح، صفا، آشتی و صمیمیت باشه. با سپاس از سحر سامن. اگر بهار بیاید ترانه ها خواهم خوان، ترانه های خوشی عاشقانه خواهم خوان. اگر بهار I'm not afraid.
ترانه‌ای که شنیدین بخشی از ترانه اگر بهار بیاید بود، کاری از احمد ظاهر. نوروز از قدیمی ترین جشن‌های ایرانیه که در طول عمر طولانی خودش شاهد تغییرات و دگرگونی‌های زیادی بوده. همکارمون بهمن چهلمیرانی، انسانشناس، نگاهی کرده به چگونگی این تغییرات. با هم میشنویم. زمین به مانند همیشه یک بار دیگه دور خورشید چرخید، یک سال کهنه رو به پایان رسوند و یک سال نو داره آغاز میشه. همیشه با فرارسیدن نوروز این پرسش هم پیش میاد که سرآغاز این جشن کی بوده و در گذشت زمان این بزرگترین جشن سالانه ایرانیان چه دگرگونی هایی رو پشت سر گذاشته. گفتشونو در مورد این پرسش خودش میتونه یک سرگرمی نوروزی باشه تا ما به هنگام دید و بازدیدها یک گپ نوروزی هم با هم داشته باشیم. اما پاسخ دادن به این پرسش به راستی کار ساده‌ای نیست، چرا که پیشینه نوروز در سرزمین پهناوری به نام ایران با تیره‌ها و تبارهای گوناگون و گذشته‌ای کهن‌تر از تاریخ کار دشواریه. کهن‌تر از تاریخ به این معنا که نوروز یکی از پدیده‌های فرهنگی است که پیشینه اون به پیش از زمانی میرسه که انسان به گونه‌ای دست به نوشتن تاریخ زده و از خودش برای ما چیزی به جا گذاشته. جشن‌هایی که ریشه در چرخش سپهر این جهان دارن به گذشته دورتر از تاریخ برمیگردند و گفتن این که سرآغاز اونها از کجاست کاری است چه بسا ناممکن. از این روست که این جشن‌ها سر از میتخت‌ها، افسانه‌ها و اسطوره‌ها درآوردند. این گونه است که برپایی نوروز رو در یک میتخت به جمشید شاه نسبت میدن که پس از ساخت و ساز ایران به سفری آسمونی میره و به هنگام بازگشت جشنی برپا میشه به نام نوروز و از اون پس ایرانی ها نوروز جمشیدی رو جشن می گیرند. سرآغاز نوروز هرچی که باشه تردیدی نیست که با گذشت زمان به مانند هر پدیده دیگه‌ای در جهان دگرگونی هایی کرده و همه نسل هایی که پیش از من و شما زندگی کردند نقش کمرنگتر یا پررنگتری در این دگرگونی ها داشتند تا این جشن اینگونه به دست ما رسیده. ما هم خواسته یا نخواسته دگرگونی هایی در اون میدیم و اون رو به نسل آینده میسپاریم. این دگرگونی ها میتونن از خانواده به خانواده دیگه، از آبادی به آبادی دیگه و از تیر و تباری به تیر و تباری دیگه باشه. برای نمونه همیهنان کرد ما به هنگام فرارسیدن سال نو آتش بزرگی روشن میکنند، اما تیره های دیگه ایرانی آتش رو به هنگام فرارسیدن چهارشنبه سوری روشن میکنند و با فرارسیدن سال نو کنار خان نوروزی مینشینند. بسیاری از دیگرگونی های دیگه هم نسلی و تاریخی است که برای ما دست یافتنی نیستند و در گذشته گم شدند، اما شماری از این دیگرگونی ها به دست ما رسیدند. برای نمونه ابوریحان بیرونی پیرامون برگزاری نوروز در زمانه خودش می نویسه که اگر هر کسی به هنگام فرارسیدن نوروز دهان رو با شکر شیرین و تن رو با روغن زیتون چرب کنه، در سال تازه
از پلیدی ها دور خواهد ماند. شیرین کردن دهان در نوروز همچنان در بین ایرانی ها باقی مونده که با فرارسیدن نوروز و در دید و بازدیدهای نوروزی انجام میشه و ایرانیان با شیرین کردن دهان در نوروز باور دارند که در سراسر سال شیرین کام خواهند بود. اما آیین چرب کردن بدن با روغن زیتون دیگه کمتر دیده میشه. اکنون که سال تازه 1398 آغاز میشه، من بهمن چهلمیرانی برای همه ایرانیان و جهانیان آرزوی بهترین ها رو دارم و در این نوروز جمشیدی با شیرین کردن دهان امیدوارم که سالی شیرین در پیش رو داشته باشیم. نوروزتان فرخنده باد. با سپاس از همکارمون بهمن چهلمیرانی انسانشناس. بهارم دخترم از خواب برخیز، شکر خندی بزن شوری برانگیز، گل اقبال من ای غنچه نو، بهار آمد تو هم با او بیامی. تبسم بر رخ مردم کند گل، تماشا کن تبسم های او را، تبسم کن که خود را گم کند گل. بخشی از ترانه بهارم دخترم بود با صدای زنده‌یاد مرضیه. و حالا شادباشه نوروزی مرضیه آدمی از شنوندگان کردمون در سوئد رو میشنویم. پسرانی عزیز، سالی تازه و بهار برای ویا، او نوروزی کی دی که هاتو، خوشی و ناخوشی لگل خوی هینا، خوشی سرکوتنی که وی آسنگر بسر تاریکی دا و جیان وی سروشت، ناخوشی بیروری نوروزی خویناوی سنو حلبچا و سیداره شورشگران من. لبرو پیری چونی سالی تازه و نوروز ورن به یکو پیمان بدین تا ما بین به هیوا نبین و حال بدین با دنیای کی باشتر که تیدا نوکانی دا هاتو بختورتر لئیم بجین جینی کی پاک و خوابین را بگرین. عزیزانم، سالی تازه و نوروز لهموتان پیروز و همو روژکتان نوروز بید. بجین بشای و بختواری. در این شب عیدی از جمله کسانی که کمتر میتونن از شادی شب سال نو برخوردار باشن پناهجوها هستن.
بلا تکلیفی از یه طرف و دور بودن از خانواده ها و فامیل از طرف دیگه مانع این شادی میشه. هومن دلفی یکی از این پناهجویانه که چند ساله در ترکیه در بلا تکلیفی به سر میبره. هومن دلفی پیش از این هم در همکاری با برنامه ما رو در جریان شرایط پناهجویان ایرانی در ترکیه قرار داده بود. از جمله از طریق گفتگو با اونا. با سپاس از هومن دلفی. هومن عزیز بهتون سلام میکنم و براتون سال خوبی آرزو میکنم. خانم هاشمی سال نو رو به شما و بینندگان و شنوندگان خوب برنامه‌تون و بنیاد آینه و داریوش عزیز تبریک میگم. برای شما و آقای داریوش و تمام هموطنانمون آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم و امیدوارم سال پر از برکت و پر از عشق داشته باشید. همچنین برای شما آقای دلفی عزیز، از شرایطتون چی میتونین برای ما و شنونده ها بگین؟ آیا تغییری کرده به نسبت گذشته؟ من هم مثل دیگر پناهندگانی که در ترکیه هستن واقعا در بلا تکلیفی کامل هستیم و شرایط هم خیلی بدتر از گذشته شده و متاسفانه پلیس رفتار خوبی نداره با پناهندگان. مثلا خود من که از سال 2015 در ترکیه هستم، تنها چیزی که در اختیار من قرار دادن یک کیمدیکه که من به واسطه اون میتونستم مثلا برم دکتر، ولی الان اون کیمدیکم از ما گرفتن و پرونده های ما رو، مثلا من پناهندم ولی پروندم بسته شده، یعنی سازمان UN تایید کرده که اگر ما اون به کشورمون بخوایم برگردیم جونمون در خطره، ولی خب پلیس خیلی راحت برگه ها رو دیپورت کرده. نه تنها منو، خیلی دیگه از پناهندگانی هم که در ترکیه هستن، در بعضی از شهرهای ترکیه متاسفانه این وضعیت وجود داره. بعد از اینکه سازمان UN بسته شد در ترکیه، متاسفانه هیچ نهاد، سازمان و یا هیچ شخصی از هیچ کشوری وارد ترکیه نشد که ببینه بعد از اینکه سازمان UN بسته شد چه اتفاقی برای پناهندگان افتاده، و متاسفانه نمیدونم، شاید اطلاع ندارن یا فکر میکنن اینجا هم مثل اروپا، آلمان، کانادا و یک کشورهای دیگه است، و متاسفانه پلیس ترکیه اصلا طبق خواسته حقوق بشر عمل نمیکنه. آقای دلفی، یه عده هستن که از برخورد پلیس با پناهنده ها خیلی گله میکنن، شما هم در این مورد تجربه ای داشتین؟ متاسفانه یکی دو هفته پیش بود یک فیلمی رو در صفحات مجازی و BBC بود پخش کردن که یک پناهنده در شهر دنیزلی برای دریافت کیمدیک به پلیس مراجعه کرده بود که متاسفانه دیدیم اسپری فلفلو به صورتش زد. خب هر جای دنیا نمیدونستن این طرف پناهنده است، فکر میکردن که جرمی کرده یا مجرم بزرگیه. من فکر نمیکنم دیگه در این شهر UN، سازمان حقوق بشر و یا سازمان ملل هیچ گونه نظارتی در این کشور وجود نداره متاسفانه، و هیچ عدالتی وجود نداره. الان هومن عزیز، میدونیم که چند ساعتی بیشتر به تحویل سال نمونده، آیا اونجا امکانی هست که بتونین با هم باشین با بقیه پناهجوها؟ خب طبیعتا اون شور و شوقی که در ایران قبل از فرارسیدن سال نو و یا لحظه تحویل سال وجود داره ما در اینجا نداریم. اکثرا ایرانی ها لحظه تحویل سال اینجا پراکنده هستن و اون شور و شوقی که در ایران وجود داره، تهیه کردن سفره هفت سین، خرید ماهی و دیگر مسائل، ما اینجا نداریم. وقتی که ما لحظه تحویل سال و دور از خانواده خودمون هستیم، دوست داریم کنار اونها باشیم. خب ولی وقتی کنار اونها نیستیم طبیعتاً حس دلتنگی بیشتری داریم. ولی در کل یک سری کلیساها هستن که اینجا یک دور همی برپا میکنن. بعضی از اونها به واسطه
جشنی که میگیرن یک مبلغی رو دریافت میکنن، مبالغی رو، بعضی از اونها هم به صورت رایگان هستش، اما در هر شهری این امکانش وجود نداره. اما در کل آرزوی سلامتی و پیروزی میکنم برای هموطنانم، عید و مجددن بهشون تبریک میگم و آرزو میکنم که ما هم به زودی در سالهای آینده کنار خانواده خودمون باشیم. خدا نگهدارتون. به امید اون روز آقای دلفی عزیز، خدا نگهدارتون. با سپاس از هومن دلفی و با آرزوی اینکه همه پناهجویان بتونن در سال جدید امکان رسیدن به یک محل امنی رو پیدا کنن. تنها دل ما ایرانیان خارج از کشور نیست که برای هموطنانمون در داخل میتپه، نگرانشون هستیم و براشون بهترین ها رو آرزو میکنیم. هموطنای ما در داخل کشور هم به ما که به دلایل مختلف مجبور شدیم ایران رو ترک کنیم توجه نشون میدن و حتی نگرانن که در غربت دچار غم غربت بشیم، سنتامون رو فراموش کنیم و و و و. همکار خوبمون آقای سیروس ارسطو نژاد در ایران از جمله این مهربانانه. خواهش میکنم خانم هاشمی. متشکرم. اجازه بدید منم به سهم خودم به همه شنوندگان گرامی در هر کجا که هستن، شما همکارانم در برنامه از دور و از نزدیک در سوئد و آقای داریوش اقبالی عزیز و همکارانشون در بنیاد آینه و رادیو تلویزیون سال نو رو که چند ساعت بیشتر بون آغازش نمونده تبریک بگم. آقای ارسطو نژاد، ما هم همکارانتون در سوئد سال نو رو به شما تبریک میگیم. متشکرم. همونطور که خانم هاشمی شما گفتید، بسیاری از ما در داخل ایران دلمون برای هموطنانمون در خارج از کشور میتپه و منتظر بازگشت و دیدارشون هستیم. اخیراً در مراسمی هم که برای بزرگداشت آقای ایرج مهدیان از خوانندگان سرشناس قدیمی در تهران برگزار شد، تعداد زیادی از هنرمندان قدیم و جدید سینما، تئاتر و موسیقی شرکت داشتند. تونستم با حدود 20 نفر گفتگو کنم که چند گفتگو رو به عنوان نمونه براتون انتخاب کردم، مثل گفتگو با خانم پوری بنایی و خانم فیروزه. مرسی آقای ارسطو نژاد، میشنویم گزارشتون رو. سرکار خانم پوری بنایی، برای فارسی زبانان چه پیامی دارید؟ وای، من عاشق هموطنای عزیزم هستم، همشون رو دوست دارم و به همه عزیزان دور از وطن درود میفرستم و بی صبرانه منتظرم که انشالله در آب و خاک خودم ببینمشون. و اگر فرض کنیم در این لحظه آقای داریوش اقبالی داره به صدای شما گوش میده، چه پیامی دارید؟ داریوش جان، درود بر تو، عاشقتم، دوستت دارم، خودت میدونی، هم خودتو، خانومتو، پسر گلتو، همه عزیزانتونو ستایش میکنم. آرزو میکنم که همه هموطنان عزیزم در مملکت خودشون به زودی دور هم جمع باشیم. از شما صمیمانه قدردانی میکنم. خدا نگهدار. سلام به عزیزای دلم. احمد ایران دوست هستم، بازیگر سینما و تلویزیون، در خدمت شما هستیم. من عاشق همه ایرانی ها در هر نقطه از جهان هستم. همیشه میگن هنر نزد ایرانیان است و بس. منظور از هنر حالا صرفا سفالی و فرش و اینجور چیزا نیست. هنر عشقه که وقتی ایرانی ها هر جای دنیا که باشن هوای همدیگر رو دارن و بیشتر این همبستگی است به واسطه همون شعر و آهنگ و هر چیزی که شما بخوای اسمش رو ببر. داریوش سلطان عشقه. همین الان خب سه نسل با آهنگای داریوش خاطره دارن
و به داریوش عزیزم میگم تا شقایق هست زندگی باید کرد. عاشقشم. مطلبی دارید برای شنوندگانتون؟ ما عاشق همه شونم. هنرمندا رو ساپورت کنن، حمایت کنن. بازنشسته هامون، سالمندا، احترامشون بیشتر واجبه تا ما جوونا. حواسشون به این سالمندا و بازنشسته ها باشه. مراسمایی که میگیرن به یه نحوی بالاخره ساپورت کنن این عزیزان رو که دستشون جلو نامرد دراز نشه. از شما صمیمانه قدردانی میکنم. متشکرم از شما و همکارانتون. خدا نگهدار. سلام. سلام، سلام و درود بر هموطنان عزیزم در تمام نقاط جهان هستید. معترض کنم، من مسعود تکاور نویسنده و کارگردان هستم، فیلمساز هستم و در رشته‌های مختلف فیلمسازی مشغول به فعالیت هستم. برای تمام فارسی زبانانم آرزو می‌کنم که همیشه در هر جایی از زندگی که هستن در سخت‌ترین شرایط همیشه امیدوار باشن. به نظر من یکی از کلیدهای رمز خوشبختی و رسیدن به هدف امید. و اگر فرض کنیم در این لحظه قرار باشه صدای شما به گوش آقای داریوش اقبالی برسه، ما حرارت عشق رو با صدای داریوش و با داریوش پذیرفتیم و لمس کردیم. حرارت ماندگار و لایتناهی. احساس میکنم که داریوش عزیز با تصمیم نهایی که در زندگیش گرفت این حرارت رو روشنی بخش کرد و به خیلی ها درس داد. دستشو میبوسم و هنجره نازنینشو میبوسم و دوستش دارم. از شما صمیمانه تشکر میکنم. در ادامه گزارش و این مراسم خدمت یکی دیگه از هنرمندان کشورمون هستیم. سلام، من عزت رمزالیفر هستم. حدود 60 سالی از تو کار هنر هستیم. در هر کجا که هستید هیچ وقت وطن خودتون رو فراموش نکنید، زادگاه خودتون رو فراموش نکنید. ببینید، من الان مقیم تهران هستم، حتی شهرستان که میرم احساس دلتنگی میکنم، میگم که از تهران دور شدم. واقعا وقتی که به یاد عزیزانی که خارج از ایران هستن میفتم یه مقدار غمم میگیره، ولی امیدوارم که اونا اگر فرصتی دارن حتما گهگاهی به وطن خودشون یه سری بزنن. ولی بالاخره وطن رو نمیشه با هیچ چیزی عوض کرد. من داریوش رو از زمانی که جایزه سپاس بود ما هنوز فراموش نمی کنم که یک شب با هم به اتفاق در یکی از هتلایی که اون شب مراسم انجام می شد با داریوشان بودیم و اون شب رو به یاد میارم و فراموش نمی کنم. از محبتش، از لطفی که اون شب نسبت به من ابراز کردن، برش آرزوی سلامتی میکنم. از شما صمیمانه تشکر میکنم. نوبت خانم فیروزه است که روی صحنه حاضر شدن. صحبت های ایشونو گوش میکنیم. خیلی خوشحالم که بین شما هستم و خوشحالم که برای ایرج عزیزم بزرگداشت گرفتیم. خیلی متشکر از همتون. قربون قدمتون برم. ما همیشه میگم ایرج صداش خیلی شیکه. به افتخار آقای مهدیان دست بزنید و افتخار نازنین من. قربون شما رو به همتونیشون. خیلی خوشحال شدم که بین شما هستم. من بهزاد رحیمخانی هستم و مباهات میکنم کارمو از کوچیکی از رادیو شروع کردم و مباهات میکنم که رادیو محول من بود و پیام‌آور دوستی ها بود و اون همبستگی خودتون رو در هر شرایطی حفظ کنید. سعی کنید که همیشه این اتفاق خوبی که برامون انشاءالله در پیشه اون رو شکل بدیم و در جهت پیشبرد اهدافمون همیشه مدافع مملکت و دوستی با خانوادمون باشیم و در ضمن که دور همی باشه و این شاد باش رو به گوش همگان برسونیم و در ضمن به ملاقات سال جدید 98 آماده بشیم. من از شما صمیمانه تشکر میکنم. با تشکر از الطاف شما. ممنونم. متشکرم. خدا نگهدارتون. سلام. سلام. کیانوش گرامی هستم.
44-45 ساله تو این سینما شاگردی میکنم. ایرانی ها هم دیگر دوست داشته باشن، اصلا کلا مردم هم دیگر دوست داشته باشن، عاشق هم دیگر. ما جدیدن هم مردم هم دیگر دوست ندارم مثل سابق، به هم احترام کمتر از سابق میذارم، هم دیگر دوست داشته باشن همین کافی، همه چیز درست میشه. آیا با صدای داریوش شما خاطره ای دارید؟ بگو. چه خاطره ای نداریم، چه درسته خاطره داشته باشیم. من کلام داریوش، نفس داریوش، دیدگاه های منه، هر کلامی خونده دیدگاه های منه. بزرگان این سرزمین، بزرگان هنر این سرزمین، از موسیقی و شعر گرفته کار کردن با این هنرمند و هنرمندان دیگه مون. کسی نمیتونه از خاطره ها محوشون کنه. اینا هنرمندانی هستن که زحمت کشیدن و به این جایگاه رسیدن و جاودانن. جالبه که اسم کوچه ما هم داریوش بوده. همیشه هم میگم ما از بچگی تو کوچه داریوش بزرگ شدیم. قدردان شما هستم. آقای بهروز وثوقی لطف کردن بعد از 48 ساعت با من تماس گرفتن 2:30 شب. ما با این فرهنگ 8 سال مقاومت کردیم. مرسی از تو. خدا نگهدار. داریم به یکی از هنرمندان دیگه نزدیک میشیم. سلام. سلام به روی ماهتون. وقتتون بخیر باشه. سیامک اشعری هستم. حدود نیم قرنه که در خدمت شما در قسمت بازیگری دارم فعالیت میکنم. الان در خدمت شما هستم. برای جامعه هنر چه پیامی داری؟ اولو که امیدوارم همیشه ملت ایران سلامت رو به راه باشن. دوست دارم که هنرمندان عزیز ما واقعا خیلی زحمت کشیدن توی مملکت. امیدوارم که همیشه شاداب باشن، پایدار باشن، زمینگیر نباشن و همیشه سر کار باشن و خوشحال باشن که کوچکترین ناراحتی نداشته باشن، که ما خدای نکرده ناراحتیشون رو ببینیم و زرچ بکشیم. اینجا همه چقدر خوبه که تمام دوست و آشنا رو ما زیارت میکنیم و دیدارها تازه میشه. شمای عزیزم که ما الان شاید یکی دو بار ندیدیم اینجا زیارت رو کردیم. خیلی متشکرم از شما. شما باعث شدید لبخند رو لبم بیاد. آیا به عنوان آخرین پیام حرفی برای شنوندگان خودتون دارید؟ بله، امیدوارم که شنوندگان عزیز، دوستان عزیز که صدای ما رو میشنوند، هنرمندان رو در هر جایی که هستن، در هر شرایطی که هستن تنها نذارن، چون ما مال اونا هستیم، اونا مال ما هستن، ما رو فراموش نکنند. مرسی، درود بر شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار. وظیفه بود. خوشحال شدم از دیدن شما. با سپاس از همکارمون سیروس ارسطو نژاد در ایران برای گفتگوهای جالب و شنیدنی با این هنرمندان. سلام بر عشق، 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 سلام بر عشق. بله، سلام بر عشق. گفتگویی با هنرمندان بود در محل بزرگداشت ایرج مهدیان. خوشبختانه مراسم بزرگداشت هنرمندان در ایران توسط نهادهای غیر دولتی برگزار میشه و مورد حمایت هنرمندان دیگه هم قرار میگیره. به ساعت تحویل سال 1398 خورشیدی نزدیکتر میشیم. امیدواریم همینطور که در تدارک نوروزی هستیم بتونیم افکارمون رو هم تازه و از کینه های قدیمی پاک کنیم و به فکر کسانی هم باشیم که قادر نیستن از پس تدارکات نوروزی بر بیان. یکی از شنوندگان خوبمون از ایران، از شهر مشهد نوشته بود تصمیم داره پیش از تحویل سال برای چند نفر که میدونه وضعشون خوب نیست غذای نوروزی ببره. چقدر خوب. امیدواریم همه ما بتونیم هرچند ناچیز این قبیل کمک ها رو انجام بدیم. تا سال آینده و لحظه تحویل سال وقت زیادی باقی نمونده. در ایران ساعت 1:28:27 و در سوئد ساعت 10:58:27.
برنامه نوروزیمونو با ترانه بوی نوروز با صدای زنده یاد ایرج بسطامی به پایان میبریم. من زینت هاشمی تهیه کننده برنامه از دور از نزدیک به اتفاق همکارانم با سپاس مجدد از شنوندگان و میهمانان برنامه امروز به ویژه آقای داریوش اقبالی عزیز و همچنین از ماکان جلالی مسئول تدوین و تنظیم تصاویر برنامه با شما خداحافظی میکنیم. با آرزوی آزادی، آرامش، سلامتی و داشتن امنیت مالی و جانی برای همه ایرانیان و فارسی زبانان، برای همه در جهان. برآمد باد صبح و بوی نوروز، برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت پیروز. مبارک باد این سال و همه سال، مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. نکویی کن که دولت بینی از بخت، نکویی کن که دولت بینی از بخت. مبر فرمان بدگوی و بدآموز،